همه ما در زندگی خود ساعتها و یا لحظه هایی را به یاد می آوریم که در نوع خود بی نظیر و بی مانند بودند و می دانیم که این لحظه ها هرگز تکرار نخواهند شد و یا حتی اگر تکرار هم شوند تأثیر آن لحظه ها بر ما همان چیزی نخواهد بود که در بار نخستین بوده است. به راستی با این لحظه ها چه باید کرد؟ آیا باید بر بی حاصلی عمر و بر گذشت بی وقفه آن زاری کرد و در سوگ فرصت ها و عزیزان از دست رفته، عشق های بی فرجام و آرزوهای برباد رفته زانوی غم در بغل گرفت؟ آیا کسانی که لحظه های پرشکوهی را در زندگی خود تجربه کرده اند و سپس آن را از دست داده اند با کسانی که هرگز فرصت نداشتند تا آن لحظه ها را تجربه کنند یکسانند؟ به راستی کدام یک از آنان خوشبخت ترند؟ پاسخ من به این پرسش روشن است. من خواهم گفت آنان که فرصت تجربه داشته اند خوشبخت ترند، ولی احساس خوشبختی و یا بدبختی پس از سپری شدن آن لحظه های پرشکوه بستگی به برداشت و شیوه برخورد ما با آن تجربه ها دارد. می توانیم سپاس گذار و خرسند باشیم که فرصت تجربه های با شکوه را داشته ایم و بپذیریم که هیچ چیزی جز ذات پاک و مقدس آن دلدار جاودانه همیشگی نیست، و یا آن که زمین و زمان را به باد ناسزا بگیریم و تا پایان زندگی دریغاگوی لحظه های از دست رفته باشیم. راستی با این خاطره ها چه باید کرد؟ شاید یک عکس، یک نامه، یک یاد بود و یا هر چیز دیگری که خاطره آن لحظه ها را برای ما زنده می کند نگهبان خاطره ها شود. می توان یک لحظه و یا یک شب را در بلور خیال عمری جاودانه داد. می توان شکوه لحظه ها را در پیکر یک شعر، یک قطعه موسیقی، یک تابلوی نقاشی و یا یک اثر هنری دیگر جاودانه کرد. من زمانی که انجیل های چهارگانه و به ویژه انجیل یوحنا و نامه اول او را می خوانم، به خوبی در می یابم که یوحنا تا چند اندازه از پرشکوه بودن روزها و ساعتهایی که با عیسی مسیح گذرانیده آگاه بوده است. البته این را کم و بیش در نوشته های شاگردان دیگر مسیح هم می توان دید، ولی نوشته های یوحنا چیز دیگری است. او با همه وجودش می خواهد که دیگران را در تجربه بیمانند خود سهیم سازد. او مانند هنرمند بزرگی می کوشد تا سیمای مسیح را در بلوری روشن جاودانه سازد و در این راه عشقی که به مسیح داشته و شیفتگی و شیداییش سبب می گردد تا خود را در اختیار خداوند قرار دهد و بگذارد تا آن دلدار ازلی و ابدی از وی برای تجلی شکوه جاودانی خود بهره گیرد. هنر به عنوان یک پدیده جدایی ناپذیر از ذات انسان نه تنها برای بقای فرد و نوع بشر ضروری است، بلکه آن زنجیره مقدسی است که مرزهای زمان و مکان را در می‌نوردد و نسل‌های انسانی را از هر نژاد و زمانی که باشند به هم پیوند می دهد. جاودان شدن لحظه ها در بلور هنر این امکان را به نوع بشر می دهد که همه مردمان در آن تجربه و خاطره سهیم شوند. تماشای یک تابلوی نقاشی، شنیدن یک قطعه موسیقی و یا یک شعر زیبا، تجربه فردی نقاش، موسیقیدان و یا شاعر را به صورت یک تجربه گروهی در می آورد. جانوران از این تجربه تاریخی محرومند، زیرا این تنها انسان است که با دارا بودن فرهنگ و انتقال تجربیات و خاطرات نسلی به نسل دیگر مرزهای زمان را فرو می ریزد.
بیهوده نیست که مولوی میگوید جان گرگان و سگان از هم جداست، متصل جانهای مردان خداست. البته میتوان از این شعر برداشتی دیگر کرد و گفت منظور مولوی از گرگان و سگان انسانهایی هستند که با نادیده گرفتن ارزشهای انسانی خیش خود را به سطح جانوران کاهش دادند، که خود تأکید دوباره است بر این واقعیت که انسان تنها موجودی است که دارای فرهنگ است و می تواند این فرهنگ را از راه سنت‌ها، آموزش، خط و وسایل دیگر به نسل‌های آینده انتقال دهد و بدین سان از همه موجودات دیگر متمایز می‌گردد. با داشتن فرهنگ است که ما با مردمان هزاران سال پیش پیوند داریم و بر زندگی مردمانی که پس از ما خواهند آمد تأثیر خواهیم گذاشت. در جانوران چون توانایی اندیشیدن و یادگیری محدود است، امکان خطا و لغزش هم از چهارچوب غرایزشان فراتر نمی رود. کدام جانوری را می شناسیم که مانند انسان در حق هم نوعان خود تبهکاری های بزرگ روا داشته باشد؟ اینجاست که ما به اهمیت انسان و نقشی که باورها و شیوه زندگی او می تواند بر جهان داشته باشد پی می بریم و این گفته مولوی برای من لمس پذیر می گردد که ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم نمی توانیم از زیر بار مسئولیت انسان بودن بگریزیم. این بار امانتی است که بر دوش ما نهاده شده است و به گفته حافظ شیراز آسمان هم نمی تواند آن را به دوش کشد. ما باید امانت دار باشیم. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدند. بسیاری از باورهای دینی و اندیشه های دینواره که به ویژه از سرزمین هند برخواسته اند و نامهایی نو بر خود نهاده اند، این پیام را در خود نهفته دارند که انسان با جانوران تفاوت اساسی ندارد و بر این پایه مردمان را به پذیرفتن حالتی انفعالی در برابر پدیده‌های هستی فرا می‌خوانند. اگرچه این واقعیتی است که از دیدگاه فیزیولوژی و تشریح مقایسه‌ای ما همانندی‌های بسیاری با جانوران داریم، ولی این همانندی‌ها نمی‌تواند سبب شود تا ما مسئولیت انسانی خود را به عنوان موجودی یگانه به فراموشی بسپاریم. هرگاه که انسان جایگاه ویژه خود را در جهان هستی فراموش کند، شاهد مصیبت‌های بزرگ می‌گردد. اگرچه با گیاهان و جانوران همانندی‌هایی داریم، ولی نه گیاهیم و نه جانور. از سوی دیگر ما خدا هم نیستیم، اگرچه می‌توانیم به سوی آن کمال ابدی سیر کنیم. به گفته مولانا، از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم، چون بمیرم از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. سخن بر سر این است که آیا ما می‌خواهیم این روند را بپیماییم؟ آیا ما خواهیم خواست تا به ما داده شود؟ آیا خواهیم جست تا بیابیم؟ و آیا خواهیم کوبید تا در بروی ما گشوده شود؟ آیا ما آن بی‌پروایی را داریم که همه چیز را وانهیم و به دنبال وی راه بیفتیم؟ و به گفته حافظ، جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است؟ گذشتن از این گذرگاه بی خطر نیست. در هر گام می باید مرد و زنده شد. در هر گام من می میرد و منی دیگر باز می زاید. این مردن آسان نیست،
سراسر درد است و سراسر رنج، کوره ایست که گدازنده زر وجود است تا مصر را از طلا جدا ساخته و به زر ناب برسد، ولی این مصر جزئی از وجود ما شده و با زر به هم آمیخته است. جدایی آسان نیست، همچنان که زر ناب آسان به دست نمی آید.